سلام میکنم به همه دوستای خوبم، خوش اومدید به این ویدئوی کلاس درس که همون جوری که از این شکلی که اینجا هست میتونید ببینید که سرعت سنج ماشین هست امروز میخوایم صحبت کنیم به سرعت چه سرعتی؟ ماشین چه سرعتی رو نشون میده؟ سرعت لحظه ای یعنی سرعتی که ما در مفهوم روزمره ازش استفاده میکنیم عملا سرعت لحظه ای هست و این چیزی که ماشین ها هم به ما نشون میدن سرعت شما در یک لحظه هست و سرعت متوسط شما در طول مسافرت رو ماشین به شما نمیده اونو خودتون میتونید حساب بکنید با میزان کیلومتری که رفتید تقسیم بر زمانی که گذشته که برسید به اونجا اما فرض بکنید یک چنین معادله حرکتی من دارم یعنی یک جسمی دارم که x مساوی با f(t)ش یعنی معادله حرکتش این شکلیه و مثلا من میخوام سرعت لحظه ایش رو در این نقطه به دست بیارم خب پس اسم این نقطه رو میذارم مثلا نقطه بذاریم مثلا نقطه t1 و x1 پس این ماشین من که داره سفر میکنه در زمان t1 در نقطه x1 قرار داره و من میخوام سرعت لحظه ایش رو حساب بکنم در این لحظه بذارید اول یه کار دیگه بکنم خب یعنی قبل از اینکه قضیه رو پیچیده بکنم بیام سرعت متوسطش رو از زمان t1 یعنی از اون t1 تا این نقطه t2 حساب بکنم یعنی قبل از اینکه اصلا برم سراغ سرعت لحظه ای ببینم سرعت متوسط این اتومبیل من از T1 تا T2 چقدر هست خب من مطمئنم اینو همتون خیلی راحت میتونید حساب بکنید پس سرعت متوسط متوسط از 1 تا 2 مساوی چی هست؟ این مساوی هست با x2 منهای x1 ایک تقسیم بر t2 منهای t1 یا به عبارتی دلتا x21 تقسیم بر دلتا t 1 این تعریف سرعت متوسط هست که جلسه قبل با هم دیدیم که این رو اگر من بخوام روی این نمودار نشون بدم این عبارتی که به دست آوردم دقیقا برابر میشه با شیب خطی که این نقطه رو به این نقطه وصل میکنه دیگه طبق تعریف شیب شیب این خط برابر هست با دلتا ایکس یعنی ایکس دو ای منهای ایکس یک تقسیم بر تی دو منهای تی یک مفهوم این سرعت متوسط رو بیاید یه بار با هم مرور کنیم مفهوم این سرعت متوسط داره به من میگه که اگر جسم من بازه دلتا تی دو یک رو بذارید این سرعت متوسط رو اسمش رو بذارم مثلا وی بار با سرعت وی بار طی بکنه دقیقا دلتا ایکس دو یک تا جلو خواهد رفت یعنی اگر این بازه سرعت جسم من ثابت بود و برابر با این سرعت متوسطی بود که حساب کردم دقیقا قدری پیش میرفت در این زمان که الان پیش رفته خب پس این عملا خیلی شهودیه دیگه داره به من متوسط سرعت رو میده خب یعنی اگر با چه سرعتی حرکت میکردی همون مسافت رو در همون زمان طی کردی به شرطی که اون سرعت ثابت باشه حالا بیاید یه کار دیگه بکنیم باز بیاید مثلا به جای اون نقطه تی دو یه نقطه تی دو پریمی در نظر بگیریم مثلا اینجا خب پس من یک نقطه یا مثلا اسمش رو بذارید بذارم تی سه که از تی دو پریم راحت تر باشه پس اسم اینو میذارم تی سه. دوباره من اینو اشتباه کردم اسم اینو میذارم تی سه این هم میشه ایکس سه حالا سرعت متوسط من این بار در بازه 1 تا سه چقدر هست خب این مساوی میشه با x سه منهای x یک تقسیم بر تی سه منهای تی 1 که این مساوی میشه با دلتا x سه یک تقسیم بر دلتا x دلتا تی سه یک که این هم دوباره دقیقا شیب خطی هست که نقطه یک رو به نقطه سه وصل کنه و همونجوری که از روی شکل بینید سرعت متوسط من در بازه یک تا سه کمتر از سرعت متوسط من در بازه یک تا دو هست به این معنی که من در بازه یک تا سه به طور متوسط مکان کمتری رو در یک زمان طی میکنم تا در بازه یک تا دو خب در مورد شهود اینها یکم خودتون بیشتر فکر بکنید مطمئن باشید که درکتون از سرعت خیلی پیشرفت خواهد کرد من خودم هم الان باید متوقف کنم و یه ذره فکر بکنم حالا من به چی میگم سرعت لحظه ای؟ من اگر بیام و این کار رو تکرار بکنم یعنی یک تیچاری در این نقطه بگیرم و بعد بیام سرعت متوسط رو از بازه یک تا چهار به دست بی. خب پس یه بار از تی دو اومدم به تی سه یک بار دیگه از تی سه برم به تی چهار همینجوری بیام و این بازه دلتا ایکس هم رو دلتا تیم رو دائم کوچیک و کوچیکتر بکنم خب پس من الان دارم چیکار میکنم من دائم دارم دلتا ایکس مثلا یه عددی x1 خب یعنی من دائم میام نزدیک میکنم این دلتا x رو من اصلا اسمش رو میذارم دلتا x دارم دائم دلتا x به دلتا تی رو من حساب میکنم برای t یک ثابت و تی دو t3 t4 های متغیر حالا اگر من بیام این دلتا تی رو هی کوچیک و کوچیکتر بکنم به نحوی که بیام حد دلتا تی به سمت صفر این کسر رو حساب بکنم این یعنی چی؟ به صورت کاملا شهودی این یعنی این که من بیام و مثلا دلتا تی رو یک بار قرار بدم در این نقطه یک بار دیگه قرار بدم در یه ذره این ورتر همینجوری این رو بیارم به سمت صفر و این کسر رو حساب بکنم من به این میگم سرعت لحظه خب پس این مساوی میشه با سرعت لحظه این V1 یعنی در زمان یک خب من این دلتا تی رو یه سرش رو ثابت میگیرم اون نقطه ای که میخوام سرعت لحظه ایش رو به دست بیارم و میام اونو به سمت صفر ایمیل میدم به این میگم سرعت لحظه ای در زمان t1. که اگه بخوام دقیق تر بنویسم این مساوی میشه با F t1 به علاوه یک دلتا تی خیلی کوچیکی منهای های اف تی یک خب این الان اصلا چیز عجیبی نیست من نوشتم و این x یک هست اینم x2 من هست یا یعنی در حقیقت یک ایکس یک به علاوه دلتا تی من هست یعنی در زمان یک به علاوه دلتا تی ایکس این شیء من چقدره در زمان دلتا تی هم در زمان تی یک هم که ایکس من یکه بیام این رو تقسیم بکنم به تی یک به علاوه دلتا تی منهای t این به من سرعت لحظه جسم من رو میده که این با این ساده میشه این مساوی میشه با اف تیک تی که به علاوه دلتا تی منهای f t این f معادله حرکت جسم ها. این f همین x من هست هیچ چیز عجیبی نیست تقسیم بر دلتا t و بیام لیمیت این رو به سمت صفر بگیرم پس میام بگم که لیمیت دلتا تی یعنی حد دلتا تی به سمت صفر این رو حساب بکنم من دقیقا سرعت جسم رو سرعت شی رو در اون لحظه تی دارم حساب میکنم که بنابر تعریف و بنابر چیزی که جلسه قبل دیدیم این مشتق تابع اف یا مشتق ایکس هست در نقطه تی ایک. پس این مساوی میشه با دی اف ایکس ببخشید دی اف تی به دی تی در نقطه تیک. پس سرعت لحظه ای من دقیقا برابر میشه با مشتق تابه م... مشتق در حقیقت معادله مکان من در اون نقطه خاص که طبق چیزی که باز جلسه قبل دیدیم مشتق تابه در این نقطه برابر هست با شیب خط مماس بر تابع در این نقطه برابر این این که من الان میخوام با یک رنگ دیگه مشخصش بکنم این میشه سرعت لحظه‌ای در زمان T1 پس دقت بکنید دیگه که سرعت لحظه اصلا چیز عجیبی نیست سرعت لحظه همون سرعت متوسط هست از زمان t تا یک تیه که به علاوه دلتا تی که این دلتا تی خیلی کوچیکه یعنی من در حقیقت دارم سرعت متوسط رو برای یک بازه خیلی خیلی کوچیک نزدیک Tیک حساب میکنم و اسم اون رو میذارم سرعت لحظه ای در زمان Tیک که طبق ریاضیاتی که آقای نیوتون و دیگر ریاضدان واسه ما گسترش دادن این دقیقا میشه مشتق معادله مکان در اون نقطه یعنی مشتق تابع x در اون نقطه داره به من سرعت رو میده یعنی شیب خط مماس بر اون نقطه داره به من سرعت لحظه ای رو میده حالا اگر شما از اطلاعات جلسه قبل یادتون باشه خیلی راحت میتونید به من بگید که الان سرعت لحظه ای در این نقطه ای که من حساب کردم بیشتره یا مثلا در این نقطه ای مثلا اینجا کدوم بیشتره خب خیلی راحت میگید من باید شیب خط مماس در این نقطه دوم رو حساب بکنم که یک همچین چیزی هست مثلا این الان تقریبا شیب خط مماس بر این تابع هست و من سریع نتیجه میگیرم که خب این شیب بزرگتر هست از این شیب در نتیجه سرعت لحظه ای در این نقطه بیشتر هست از سرعت لحظه ای در این نقطه و کلا این تابع رو میتونید بررسی بکنید و ببینید که دائم داره سرعت این جسم من در اون زیاد میشه سرعت خب حالا میتونیم بریم به این آزمایشگاهمون که جلسه قبل کار باهاش رو شروع کردیم از سایت دانشگاه کلورادو و یکم بیشتر در این مورد هایی که حرف زدیم با هم صحبت بکنیم ببینید فرض بکنید من یک جسمی دارم که سرعتش ثابته یعنی این آقایی که من اون بالا دارم اصلا سرعتش ثابت هست بذارید من همه چیز رو ریسیت بکنم و از اول شروع بکنم و مثلا سرعتش هست یک متر بر ثانیه در این جهت خب در این صورت، این سرعتی که من الان اینجا دارم تعیین کنم سرعت لحظه ای این آقا هست خب حالا من چه انتظاری دارم وقتی که سرعت لحظه ای هست یک متر بر ثانیه و ثابته من انتظار دارم که شیب این نمودار مکان زمان من ثابت باشه چرا چون شیب نمودار مکان زمان طبق این معادله به من سرعت لحظه ای رو میداد و وقتی که سرعت لحظه ای ثابته پس من اینجا می نویسم سرعت لحظه ای ثابت یعنی شیب ثابت نمودار مکان زمان XT خب حالا بریم ببینیم چطور دیگه من الان به این سرعت دست نمیزنم و این رو میذارم شبیه سازی بشه خب همینجوری که میبینید در این شکل اینجا سرعت ثابته و شیب نمودار مکان زمان من هیچ تغییری نمیکنه خب پس این دقیقا مطابق پیشبینی ما در اومد من دیگه چه انتظاری دارم من دیگه انتظار دارم بذارین آقا رو برگردونیم همون جای اولش خب شما وایستا من انتظار دارم که اگر سرعت لحظه ای زیاد بشه شیب نمودار مکان زمان هم زیاد بشه پس بذارید اول سرعت لحظه ای رو مثلا میذارم دو دهم متر بر ثانیه بعد میگم خب شما شروع کن به حرکت کردن این الان شیب نمودار مکان زمان من هست حالا میگم بیا سرعت لحظه ای رو یهو زیاد کن مثلا بکن یک بعد میگم حالا شروع کن حرکت کردن میبینم که بله همین اتفاق افتاد یعنی شیب نمودار زمان مکان من زیاد شد حالا میگم مثلا بیا سرعت لحظه ای رو منفی بکن مثلا بکن منفی دو الان چه انتظاری دارم انتظار دارم شیب نمودار زمان مکان من منفی بشه دیگه چون سرعت لحظه ای برابر با مشتق نمودار زمان مکان هست و وقتی که منفیه یعنی شیب باید منفی باشه چون مشتق همون شیب خط مماس بر نمودار هست من میبینم که بله باز هم همون اتفاقی که پیش بینی میکردم افتاد. پس حتما با این نمودارهای مکان زمان و سرعت زمان بازی بکنید و ببینید که دقیقا این اتفاق میفته که شی به نمودار مکان زمان سرعت رو به من خواهد داد. یک نکته جالب دیگه هم که من دوست دارم با اینکه این, این ویدیو طولانی شد ولی روی این نمودار ببینیم اینه که فرض کنید من بیام این سرعت رو مثلا یه ذره بذارید شروع کنم شبیه سازی رو من بیام این سرعت رو کم کم زیاد بکنم بعدش بیام کم بکنم و صفر بکنم و حتی منفی ببینید چه اتفاقی میفته یک جایی هست که سرعت من صفر میشه دیگه یعنی من سرعت رو مثبت کردم بعد برگردوندم صفر کردم در این نقطه سرعت من دقیقا صفر شد این نقطه ای که اینجا میبینید و این نقطه باید شیب مماس بر تابع مکان زمان من هم صفر بشه و دقیقا این اتفاق افتاده اما این شیب صفر اینجا معادل چیه؟ اینجا حد اکثر نقطه که این آقا رفته جلو بذارید یه بار دیگه با هم برگردیم و نگاه کنیم با سرعت کم تا یه خورده بیشتر سر در بیاریم داره چه اتفاقی میافته خب ببخشید من اینو یه لحظه متوقف کردم ببینید الان این آقا میره جلو میره جلو میره جلو میره جلو, میره جلو. اینجا که سرعتش صفر میشه و این شیب تابه به حد به صفر میرسه شیب تابه مکان زمان و سرعت این آقا هم صفر میشه نقطه ای که دیگه جلوتر نمیره چون سرعتش دیگه قرار منفی بشه سرعت منفی یعنی جهت در حرکت در جهت عکس محور ایکس ها و در نتیجه به حد اکثر مکان خودش میرسه و مکان دیگه از اون بیشتر نمیشه و دیگه شروع میکنه کم شده. خب و این نکته خیلی جالبیه که باید حواستون باشه دیگه که نقطه ای که سرعت صفر میشه و بعد منفی میشه نقطه ای که جهت جابجایی هم عوض میشه و ما برمیگردیم به جهت عکس اون جهتی که داشتیم میرفتیم حرکت میکنیم من باز هم پیشنهاد میکنم حتما با این نرم افزار سایت دانشگاه کلرادو بازی بکنید که خیلی آموزند است فعلا خدافظ